از اینجا به بعد میخوایم بحث رو ببریم سراغ مسائل ترکیبی که از ویژگی های رابطه ها به ما میدن. تا اینجا رابطه رو تو فیلم های قبلی به ما میدادن و میگفتن بررسیش کن با حساب تقارن پاد تقارن تعدی، اما الان اینجوری نیست. توی مسائل ترکیبی سوال برعکس میاد، میگه رابطه ای به من بگو، حالا یا با حداقل عضو یا با حد اکثر عضو، که یه سری ویژگی ها رو داشته باشه یه سری ها رو نداشته باشه. من اینو در دو تا تیپ بهت یاد میدم. تیپ اول که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم، مسائلی که در مورد حد اکثر عضوها سوال میپرسی، یا نه میگه دقیقا رابطه رو بگو چیه، یه جوری شرایطو میده تو دقیق بتونی عضوهای رابطه تو بگی. تیپ دوم که در فیلم بعدی میخوام در موردش صحبت کنیم، در مورد اون مثال های اون سوال هایی که میاد میگه رابطه رو به من بگو با حد اقل عضو. من اینا رو جدا کردم چون دو تا روش جداگونه دارم. اگر سوالی رو بهت گفتن برو عضوهای رابطهشو بنویس، مثلا تو سوال گفتن رابطه ای رو به من بگو عضوهاشو که مثلا این ویژگی رو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینو نداشته باشه، حد اکثر عضوم داشته باشه، هر وقت کلمه حد اکثر رو دیدی با ماتریس حلش کن. یا اگه سوالی که حد اکثر حد اقل نخواست، اونا رو میتونی با ماتریس حل کنی، یا اینکه نه اونا رو معمولا خود یه جوری سوال میدن که میتونی حلش کنی. اما اگر تو سوالی بهت گفته بودم با حداقل عضو برو اون رابطه رو بنویس، تو فیلم بعدی بهت یاد میدم. اینجا بریم با هم دیگه مثالا رو حل کنیم. میگه اگر رابطه R بر روی مجموعه A 1 2 3 4 5 چنان تعریف شده باشد که هم خاصیت بازتابی داشته باشد و هم تقارنی، آنگاه تعداد اعضای R کدام میتواند باشد. اینجا حد اکثر حداقل رو نمیخواد، ولی گفته رابطه R من تعداد عضوهاش کدام میتواند باشد. کلمه میتواند باشد به من اینو میفهمونه که من دقیق نمیخونم تعداد عضوهای رابطه آ رو پیدا کنم، ولی میتونم برای شرط پیدا کنم. خب شروع کنیم. بچه ها میگه رابطه تو بازتابیه. برای بازتابی بودن گفتیم که همیشه به مجموعت نگاه میکنیم. مجموعه من چند عضویه؟ پنج عضوی. وقتی مجموعه پنج عضو داشته باشه حداقل پنج زوج مرتب داره. چه زوج مرتبایی؟ 1 و 1 2 و 2 و 3 و 3 4 و 5 و 5. پس من تا اینجا فهمیدم رابطه آره من حتما این 5 زوج مرتب رو داره. چرا؟ چون گفته بازتابیه. پس اونی که گفته یه دونه عضو داره غلطه، حداقل 5 تا رو داره. خب تا اینجا بازتابی شد. حالا رابطت باید تقارنی هم باشه. شعار رابطه تقارنی چی بود؟ یا نباش، یعنی یا دیگه زوج مرتب بهش اضافه نکن، یا اگر میخوای باشی جفت باش. یعنی یا رابطه من همینه، همینه، یه دونه بنده داخل آکولات 1 و 1 2 و 2 و 3 و 3 4 و 4 5 و 5، این رابطه هم باستاب هم متقارنه. حالا تو گزینه خب ولی 5 تا رو نمیرم، بعد یه رابطه دیگه بگم. اگر بخوام به این زوج مرتب اضافه کنم حق ندارم 1 و 2 رو اضافه کنم. چرا؟ چون تقارنی میگفت یا نباشی، اگه هستی جفت باش. اگه من به این زوج مرتب 1 و 2 اضافه کنم بعد یه 2 و 1 هم اضافه کنم، یعنی بعد جفت اضافه کنم. یعنی یا این 5 تا عضو داره، اگر بخوام بهش عضو اضافه کنم جفت باید اضافه کنم، یعنی باید 2 تا اضافه کنم، 1 و 2 و 2 و 1 تا تقارنی باشه میشه 7 تا. دوباره اگه بخوام اضافه کنم بهش مثلا 3 و 4 اضافه میکنم، 4 و 3 هم باید اضافه کنم میشه 9 تا، میشه 11 تا، میشه 13 تا، 15 تا، 17 تا. یعنی جفت جفت باید بهش اضافه کنم. ماکسیموم تعداد عضوهای رابطه من همیشه برای ما مثلا A2، برای رابطه A2 A در A چند زوج مرتب داره؟ 25 تا. یعنی ماکسیموم 25 تا زوج مرتب دارم. رابطه‌ای که بخواد بازتاب باشه حداقل 5 تاست. بخواد تقارنی باشه یا همین 5 تاست یا 2 تا 2 تا به زوج مرتب اضافه میکنم. یا نباید زوج مرتب اضافه کنیم، شعارشون یا نباش یا اگه میخوای باشی باید جفت باشی. پس تعداد رابطه‌های من، یعنی تعداد عضوهای رابطه‌ای من همیشه یه عدد فرد میشه. پس پاسخ من گزینه 3 شد. بریم سراغ سوال بعدی. اگر رابطه R روی مجموعه 5 عضوی تعریف شده باشد، بیشترین تعداد اعضای R کدام از هرگاه R دارای خاصیت پادتقارنی هم باشد؟ 15 10 25 6. سوال ببین چی گفته، دوباره برعکسه. یعنی من رابطه رو به تو ندادم که تو بری بررسی کنی ویژگی‌هاشو. گفتم رابطه من پادتقارنی بیشترین تعداد عضو داره. خب بیشترین تعداد عضو برای ما مثل A2ه، یعنی آ رو در آ ضرب کنید، چون رابطه‌ام 5 عضویه، در خودی ضرب کنم 25 تا زوج مرتب. پس رابطه من اگه 25 تا زوج مرتب داشته باشه بیشترین تعداد عضو داره، ولی پاد تقارنی نیست. چون توی آ دو اگه 1 و 2 باشه 2 و 1 هم هست. پاد تقارن با چی مشکل داشت؟ با جفتا. چون جفت داره پاد تقارنی نیست. من سوال‌هایی که بیشترین گفته رو با ماتریس حل می‌کنم. چه شکلی؟
چون مجموعه من 5 عضویه، ماتریس من 5 در 5ه. چون بیشترین تعداد عضو میخوام، بعد سعی کنم بیشترین تعداد 1 رو توی این بچینم. هر وقت بیشترین تعداد عضو خاصی، بعد سعی کنیم ماتریس رو با 1 پر کنی، تا اونجایی که میتونی، تا اونجایی که امکان داره. همیشه تو این جور سوالا ماتریس تو 3 بخش کن: قطر اصلی، بالای قطر اصلی و پایین قطر اصلی. این شکلی شروع کن به پر کردن. اول قطر اصلی شروع می‌کنیم. قطر اصلی چه 0 باشه چه 1 باشه تأثیری بر پاد متقارن بودن نداره. پاد متقارن گفت 2 تا 1 روبروی هم نیفته. پس قطر اصلی من همه رو 1 می‌ذارم. چرا؟ چون می‌خوام بیشترین تعداد 1 رو داشته باشم. چون می‌خوام بیشترین تعداد عضو رو داشته باشم. پس قطر اصلی رو 1 گذاشتم. بالای چی؟ بالای رو همه رو 1 می‌ذارم. حالا پاد تقارن میگفت نباید 2 تا 1 روبروی هم بیفته. اگر این یکی دیگه مجبورم اینو 0 بذارم. چون اگه اینو 1 بذارم دیگه پاد تقارن نمیشه. پس پایینی‌ها همشون 0 میشن. مجبورم. پس با توجه به ماتریسی که من کشتم، الان من بیشترین تعداد 1 رو تو این چیدم. همه بالایا 1، همه قطر اصلی، پایینی‌ها رو مجبور شدم 0 بذارم. چون رابطه پاد تقارنی نباید 2 تا 1 روبروی هم بیفته. پس الان تعداد عضوهای رابطه من چند شد؟ به تعداد 1 هم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 تا. پس جواب میشه گزینه 1. یه سوال دیگر میکنیم. رابطه تعریف شده روی مجموعه 6 عضوی دارای خاصیت تقارنی و پادتقارنی است. اگر این رابطه بازتابی نباشد، حد اکثر دارای چند عضو خواهد بود؟ 0, 5, 63, 32. دوباره سوال اومده گفته تعداد عضوهای رابطه رو تو به دست بیار و بیشترینش رو به من بگو. چون کلمه بیشترین تعداد عضو یا حد اکثر تعداد عضو میخواد، با ماتریس حلش کن. خب ماتریس من چند در چند باید بشه؟ چون مجموعه هم 6 عضویه، یک ماتریس 6 در 6 میذارم. خب شروع میکنم. گفتیم 3 بخشه: قطر اصلی، بالا و پایین. گفته رابطت بازتابی نیست، متقارن هست، پاد متقارن هست و حد اکثر عضو داره. یه ذره فکر کنیم. به من بگو ببینم ماتریسی که بخواد بازتابی باشه، یعنی ماتریسی که متناظر با رابطه بازتاب باشه، چه ویژگی داره؟ قطر اصلیش همش باید 1 باشه. اگه قطر اصلی همش 1 باشه، این بازتابه. حالا برای اینکه بازتابی نشه، یکیشو 0 میکنم. یعنی من همه رو 1 میذارم، یکیشو 0 میکنم. اما قبلش، رابطه‌ای که هم متقارن باشه هم پاد متقارن چه ویژگی داره؟ رابطه‌ای که هم متقارنه هم پاد متقارنه، بالا پایین قطر اصلی 0ه. چرا؟ متقارن میگفت آینه باشه، یعنی هرچی بالا بود پایینم هم همون باشه. پاد متقارن میگفت 2 تا 1 روبروی هم نباشه. خب اگه من بالایا رو 1 بذارم، متقارن میگه پایینیا باید 1 باشن، پاد متقارن میگه پایینیا نباید 1 باشن. خب به تناقض میرسم. پس من بالایا رو 0 میذارم، پایینیا باید چی باشه؟ 0. وقتی بالا و پایین 0 بشه، رابطت متقارنه؟ بله. چرا متقارنه؟ چون دقیقاً آینه است. پاد متقارنه؟ بله. چرا؟ چون هیچ 2 تا 1 روبروی هم نیفتن. اما قطر اصلی، الان داشتم میگفتم اگر همش 1 باشه، بازتاب بشه. پس من همه رو 1 نمیذارم، میام تا اینجا رو 1 میذارم، این یه دونه رو 0 میذارم. چرا؟ که رابطم بازتابی نشه. الان ماتریسی که داری میبینی، یک ماتریس متقارن، پاد متقارن و غیر بازتابیه. چرا بازتابی نیست؟ چون قطر اصلی همه 1 نیست. چرا متقارنه؟ چون نسبت به قطر اصلی آینه است. چرا پاد متقارنه؟ چون هیچ 2 تا 1 روبروی هم نیفتن. آیا بیشترین تعداد عضو داره؟ بله، این بیشترین تعداد عضو رو داره. چون تا اونجایی که تونستم 1 چیدم. بالا پایینه که نمیتونستم 1 بذارم. قطر اصلی تا اونجایی که تونستم 1 گذاشتم، دیگه 1 شمارش بودم 0 بذارم. پس بیشترین تعداد عضو من شد چند تا؟ 5 تا. بریم سوال بعدی. رابطه R بر روی مجموعه 1, 2, 3, 4 چنان تعریف شده است که متقارن و انعکاسی نیست. نمایش ماتریسی این رابطه حداکثر چند عضو 1 دارد؟ 11, 12, 14, 15. خب دوباره حداکثر 1، حداکثر عضو رو میخوام با ماتریس میرم. چون رابطه من روی مجموعه 4 عضوی تعریف شده، ماتریسم 4 در 4ه. گفته رابطت متقارن نیست، بازتاب هم نیست. خب اگر بخواد بازتاب نباشه و بیشترین 1 داشته باشه، قطر اصلی به جز 1 همه رو 1 میذارم. اگر همه رو 1 میذاشتم، بازتاب میشد. برای اینکه بازتاب نشه، طبق فرض سوال 1شو 0 گذاشتم. چرا بقیه رو 1 گذاشتم؟ چون میخوام بیشترین تعداد 1 رو داشته باشم. اما گفته متقارن هم نباشه، من میخوام بیشترین تعداد 1 رو داشته باشم. بالا رو همه رو 1 میذارم، پایینم همه رو 1 میذارم جز یه دونه. یعنی بالا رو همه رو 1 میذارم، پایین رو همه رو 1 میذارم جز یه دونه. چرا؟
بیشترین یکو میخوام، پس بیشتر سعی میکنم یک بچینم. چرا این یه دونه رو یک نذاشتم؟ چون وقت متقارن میشد. چرا ماتریسی متقارن نیست؟ ماتریسی که نسبت به قطر اصلی آینه نباشه، الان آینه نیست، این یه مثال نقص براش شد. الان این رابطه متقارن نیست، باستاب نیست، پس چند تا عضو داره؟ دقیقا خواسته منه، بیشتر یک هم داره که تعدادش شد چند تا؟ 14 تا، یعنی پاسخ شد گزینه 3. پس بچه‌ها دقت کنین، سوال‌هایی که حد اکثر رو می‌خواد ماتریسشو بکشین، سعی کنین تا اونجایی که می‌تونین یک بچینین توش. فقط وقتی یک کارو چیدین، حالا با ویژگی‌هایی که توی ماتریس‌ها بهت یاد دادم، باستاب قطر اصلی همشون یکه، متقارن نسبت قطر اصلی آینه است، پاد متقارن، نباید دو تا یک روبروی هم بیفته. نکته ای که تو همین مثال یاد گرفتیم، ماتریسی که هم متقارن هم پاد متقارن، بالا پایین قطر اصلی چیه؟ صفره. اینم که خب بلد بودیم. خب پس اینا رو من تا اینجا یاد گرفتم، فهمیدم که توی این سوال من حداکثر 14 تا یک میتونم داشته باشم، یعنی 14 تا عضو رابطه من میتونم داشته باشه که باستابی نباشه، متقارنم نباشه. بریم مثال بعدی. رابطه ای که روی 1, 2, 3, 4, 5 نوشته شده است انعکاسی و دارای 17 عضو است. در مورد تقارنی و پاد تقارنی بودن این رابطه کدام گزینه درست است؟ گزینه اول قطعا تقارنی است ولی پاد تقارنی نیست. گزینه دو قطعا پاد تقارنی نیست ولی ممکن است تقارنی باشد. گزینه سه قطعا تقارنی و پاد تقارنی است. گزینه چهار ممکن است تقارنی و پاد تقارنی باشد. دوباره من میخوام با ماتریس حل کنم. یک مجموعه داریم 5 عضوی، یک رابطه روی این مجموعه تعریف شده که انعکاسیه، یعنی بازتابیه، 17 تا عضو هم داره. من یه ماتریس 5 در 5 میذارم، چون گفته بازتابی قطر اصلی رو همه رو یک میذارم. کلا مجموعه من باید 17 تا، یعنی در واقع رابطه من باید 17 تا زوج مرتب داشته باشه. پس من باید 17 تا یک توی ماتریس داشته باشم. 5 تا یک که اینجاست. پس 12 تا درایه یک میمونه. حالا این 12 تا درایه یک رو باید بچینم توی این ماتریس 5 در 5ه. 5 تا درایه قطر اصلیه، 10 تا بالاست، 10 تا پایین. میخوام این یک کارو بچینم. یه بار میام 10 تا یک رو بالا میذارم، بعد 12 تا یک دیگه میچیدم. ببین 10 تا یک با این 5 تا شده 15 تا. کلا بعد چند تا یک داشته باشم؟ 17 تا. چرا؟ فرض سواله. دو تا درایه دیگه باید یک باشه. از پایینی هم دو تاشو به دل بخوای یک میذارم، بقیه قطعا صفرن. وقتی که من اینو اینجوری میچینمش، الان رابطه من باستابیه؟ بله. متقارنه؟ نه خیر، چون آینه نیست. پاد متقارنه؟ نه خیر، چون دو تا یک روبروی هم افتادن. پس تو این حالت رابطه متقارن نیست، پاد متقارن هم نیست. حالا من یه مدل دیگه میچینم، اون 12 تا یک رو اینجوری میچینم، 6 تا بالا 6 تا پایین دقیقا روبروی هم، بقیه صفر. 6 تا بالا 6 تا پایین دقیقا روبروی هم، بقیه صفر. حالا به من بگیم ببینم این رابطه آیا تقارنیه؟ بله، چون نسبت قطر اصلی آینه شد. پاد تقارنیه؟ نه خیر، چون دو تا یک روبروی هم افتاد. پس در این حالت رابطه من متقارن هست ولی پاد متقارن نیست. پس بسته به این که تو اون یک ها، اون 12 تا یک ها رو چجوری تو ماتریست میچینی، متوجه میشی که اگه 6 تا بالا 6 تا پایین دقیقا روبروی هم بذاری متقارن میشه. اگه نه، مثلا 8 تا بالا بقیه پایین، 10 تا بالا بقیه پایین باشه، متقارن نمیشه. پس ممکنه متقارن باشه، ممکنه متقارن نباشه، ولی در هر دو حالت دیدیم قطعا دو تا یک روبروی هم میفته، چون نمیتونم کاری کنم دو تا یک روبروی هم نیفته. من 12 تا یک میخوام تو ماتریسم بچینم، 10 تا بالا بیشتر جا نداره، 10 تا بالا یا یک بزنم خود به خود دو تا پایینی ها یک میشه. پس ماتریس من دو تا یک روبروی هم میفته، پس قطعا رابطه من پاد تقارنی نیست، ولی میتونه متقارن باشه، میتونه متقارن نباشه.